میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام صادق سلام الله علیهما. هفته وحدت، هفته رحمت للعالمین، هفته عید بزرگ، هفته میلاد پیامبر و امام صادق را گرامی می‌داریم و این عیدین مسعودین و این مولودین شریفین را به محضر همه امت اسلامی، شیعه و سنی، عرب و عجم، سیاه و سفید، ترک و دیلم و هموطنان عزیز افغانستانی امان در داخل و خارج کشور صمیمانه تبریک، تهنیت و شادباش عرض می دارم. خداوند متعال سالیاد میلاد فرخنده پیامبر اکرم و ادامه دهنده راهش امام صادق علیه السلام را بر همگان من مبارک بگرداند. تشکری میکنم از عزیزانی که مراسم های را برگزار کردن به مناسبت تجلیل از هفته میلاد پیامبر و همچنین جلساتی که انشالله روزهای آتی انجام میشه. خداوند متعال همه ما را در خوشحالی پیامبر و اهل بیت پیامبر شریک گرداند و غم و غصه و گرفتاری ها را از همگان من به حق پیامبر و اهل بیت پیامبر دور و دفع و برطرف بگرداند. یکی از خواسته های پیغمبر و یکی از عملکردهای مهم اون حضرت تلاش در جهت وحدت و اخوت و برادری بود. پیامبر گرامی اسلام خیلی دلش می تپید برای همبستگی امت اسلام و برای تحکیم پیمانهای اخوت و برادری در جامعه اسلامی. پیامبر گرامی اسلام مهاجرین و انصار را با همدیگر عقد اخوت بینشان خواند تا تحکیم وحدت و همبستگی در میان اونها شکل بگیرد. عزیزان، برادران و خواهران، هموطنان عزیزمان و همه مسلمانان عالم، این را بدانید که یکی از اصول مهمه اسلام مسئله وحدت و اخوت و همدیگر پذیری هست و یکی از ارزش‌های قرآنی مسئله وحدت و همبستگی هست. خدای متعال در قرآن عظیم الشأن به صراحه دستور داده است به اعتصام به حبل الله. اونجایی که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همه شما عرب و عجم، سیاه و سفید، شیعه و سنی، اعتصام به حبل الله داشته باشید. ولا تفرقوا، این نهی است. تفرق نداشته باشید، پراکندگی نداشته باشید، از هر گونه تفرقه و از هر گونه اختلافات باید پرهیز و دوری کنید. واعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. یک امر مهم و یک نهی مهم. به اعتصام به حبل الله دستور داده میشه و از تفرقه و نفاق و اختلاف هم به شدت نهی میشه. و در جای دیگر خدای متعال برای تحکیم روابط اجتماعی مسلمان ها و برای شکلگیری وحدت و اخوت میفرماید انما المؤمنون اخوه. مؤمنین با هم دیگر برادرند. گویندگان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها از هر جنسی، از هر قومی، از هر تباری، از هر جغرافیایی، از هر رنگی و از هر زبانی که باشد، اینها با هم برادرند. انما المؤمنون اخوه، این صریح قرآن. مؤمن برادر مؤمنه، کسی که ایمان به خدا دارد و ایمان به رسول خدا دارد و ایمان به قبر و قیامت دارد، اینها دیگه با هم دیگر برادرن. برادر با برادر دیگه اختلاف نداره، برادر با برادر کینه نداره،
برادر با برادر جور و بازوی هم دیگر هستند، مکمل هم دیگر، مقوی هم دیگر و استحکام بخش هم دیگر هستند. مؤمنین با هم دیگر برادرند. پیامبر گرامی اسلام در این خصوص بسیار زحمت کشید. بلال حبش، صهیب روم، سلمان فارس، ابازر و مقداد، ابن عباس و عبدالله ابن عباس و ابن مسعود و ده ها و صد ها تن دیگر از شخصیت های کدری اون روزگار معاصرش را اینها را دور هم جمع کرد و از اینها جبهه نیرومند و پرزور یک پارچه و متحد اسلامی را شکل داد. بدون شک و تردید اگر ما مسلمان ها اختلافات را کنار بگذاریم و همه ما یک ید واحده باشیم و مشت گره کرده، هیچ قدرتی توان مقابله با ما را نخواهد داشت. عظمت ما، شکوه ما، وقار ما، عزت ما در گرو وحدت ما و همدلی ما و برادری ما هست. ما که همه امتان پیغمبر خاتم هستیم، ما که خدای ما یکی، پیغمبر ما یکی، قبله ما یکی، قرآن ما یکی، اینها کمک کند ما را در جهت وحدت و همدلی و برادری. توصیه میکنم همه مسلمانان عالم، مخصوصا مسلمانان هموطن را، از همه اختلافات و تفرقه ها دست بردارید، متحد باشید، یک پارچه باشید و برادروار با همدیگر زندگی کنید. خداوند متعال از نعمت وحدت و اخوت و برادری اسلامی همگان من را بهره‌مند بگرداند.